یکی از پروژه های آینده دار و با برنامه ارزهای دیجیتال اینجکتیو هستش که با نماد INJ نمایش داده میشه و برای گسترش صرافی های غیر متمرکز در لایه دوم اتریوم ایجاد شد. البته تونست ارتباط بسیار خوبی را با بقیه شبکه ها برقرار بکنه و در حال حاضر هم اصلاح خیلی خوب و عمیقی را انجام داده نسبت به ماه گذشته و یه جورایی میتونیم بگیم که نصف قیمت ماه مارس هستش و همین قضیه جذابیت ایجاد میکنه برای خریدارانی که علاقمند این ارز دیجیتال هستند. اینجکتیو در حال حاضر رتبه 45 کوین مارکت کپ رو به خودش اختصاص داده و در توضیحاتی که برای این ارز اومده همونجور که مشاهده میکنی یک بلاکچینیه که برای امور مالی ساخته شده و به صورت منحصر به فرد با زیرساختهای مالی قدرتمند برنامه هایی را داره به بقیه پلتفرم هایی که در شبکه های اینترنتی تو این زمینه فعالیت میکنن ارائه میکنه. در کل آینده دار هستش دیگه، یعنی یکی از خوبای مارکت هست. غیر از اون بسیاری از میم کوین ها هستن که بر پایه این ارز ساخته شدن که چند تا از خوبهاشون رو تو برنامه بعدی خدمتتون معرفی میکنم. تو این برنامه بریم به نمودار اینجکتیو بپردازیم و ببینیم بهترین جاهایی که میشه این ارز رو خرید کرد کجاها هستش. در هر حال ریزشی که در ارزهای دیجیتال طی یک دو هفته اخیر رخ داده و این مباحث جنگ هم دامن زده به این قضیه، همونجور که مشاهده میکنی یک روند نزولی را اینجکتیو بعد از اینکه یه سقف حدوداً 55 دلاری را در ماه مارس زده داره طی میکنه و الان به 23 دلار رسیده، یعنی کمتر از نصف ماه قبل خودش شده قیمت و همین قضیه داره جذابیت های خرید را ایجاد میکنه. البته سه روز قبل اینجکتیو تا عدد تقریباً 18 دلار هم پایین اومد به صورت یک سایه. ببینید این مهم هستش، بادی این کندل ها روی 23 دلار مونده ولی یه سایه اومده تا 18 دلار. همچنین که مشاهده میکنید این 23 خیلی مهمه و اگر که شکسته بشه که احتمالش هم وجود داره امشب این عدد 23 شکسته بشه، اون موقع حرکت به سمت پایین این سایه ما خیلی قوی تر خواهد شد و اگر ما اینو بریم روی تایم فریم پایین تر، مثلا تایم فریم ساعتی، بهتر خواهید دید موضوع را. که ببینید در حال حاضر اگر که این سطح شکسته بشه، یعنی این حمایت 23 دلاری شکسته بشه، حمایت بعدی در تایم فریم ساعتی ما این سطحی هستش که اینجا مشاهده میکنید، یعنی 18 دلار که دقیقا مشخص شد. ولی اگر به شکل قبلی توجه میکردید، یعنی نموداری که در تایم فریم روزانه قرار داشت، در روزانه این 18 دلار رو به عنوان حمایت معتبر هنوز قبول نکرده اندیکاتورهایی که البته من تنظیم کردم بر اساس تعدادی از اندیکاتورها این حمایت ها به دست میاد در تریدینگ ویو و در حال حاضر در تایم فریم روزانه حمایت 14 دلاری برای این ارز دیده میشه. پس الان دو تا حمایت قوی ما داریم، یکی روی 18 دلاره در تایم فریم ساعتی و یکی روی 14 دلاره روی تایم فریم روزانه. پس محدوده بین 14 تا 18، یعنی اینجایی که الان دارم من مشخص میکنم، میشه گفتش بهترین نقاط هستش که بتونید ورودهاتون رو انجام بدید. حالا احتمال داره که باز هم واکنششون بده روی این 18 دلار و دیگه پایینتر نیاد، احتمال هم داره پایینتر بیاد، ولی در حال اینجاها فشار خرید زیاد بشه به خاطر اینکه هر چقدر به سمت 14 دلار پیش بره قطعا خریداران علاقمند بیشتری وارد این ارز خواهند شد و احتمال داره که دیگه اصلا به 14 دلار هم نرسه، شاید هم برسه و کمتر هم بشه. ببینید در دنیای
مالی هیچ چیزی از قبل مشخص نیست. ما بهترین حالتها رو داریم بررسی میکنیم. پس بهترین حالت به نظر من فاصله بین 14 تا 18 هستش، بستگی به ریسک پذیری شما. همین الانش هم، یعنی در همین قیمت 23 دلاری که داریم صحبتشو میکنیم، پایین ترین قیمتی هستش که از دسامبر به این طرف دیده میشه. حالا اگر این دو سه روز قبلی که اومد تا 18 رو فاکتور بگیریم، چون فقط یه سایه زده، همین حدود 23 دلار که الان داریم میبینیم، نگاه کنید دیگه آخرین بار در تاریخ 12 و 13 دسامبر اینجا دیده میشد و تقریبا 3 ماهی هستش که خیلی بالاتر از این قیمت داره اینجکتیف حرکت میکنه. و در این اصلاح به نظر من یه جورایی میشه گفتش که موقعیت خوبی برای خرید داره فراهم میشه. اینها به شرطی هستش که این حمایت 23 دلاری ما شکسته بشه امروز و فردا و بخواد پایین تر از این محدوده‌ای که من گفتم برسه، به 18 برسه و در این محدوده ها قرار بگیره. یه احتمال دیگه وجود داره که از همینجا هم حمایت بشه و برگرده بالا. البته با توجه به اینکه روند بیت کوین نزولیه و بالاخره تنش‌های جنگی هنوز ادامه داره، احتمال اینکه این شکسته بشه و به سمت پایین بره به نظر من بیشتر هستش. بنابراین دیگه این ریسک‌پذیری شما برمیگرده. اگه واقعا ریسک‌پذیریتون بالاست، میتونید همینجا هم یه پله کوچیکی فعلا ورود بکنید که اگر اصلا به این جاها نرسید، بالاخره دست خالی برنگشته باشید از این نصف قیمت شدن این ارز توی یک ماه اخیر. و یا اگه نه، ریسک‌پذیری پایینی دارید، دیگه صبر کنید تا به همین حدودای 18 برسه و اگر که خب فشار فروش زیاد بود، درها توی این محدوده، یعنی پایین‌تر از 18 خرید کنید، یعنی جایی که دیدید خریداران داره تعدادشون بیشتر از فروشنده‌ها میشه. و اگر هم که دیدید نه، به همین 18 میرسه و میخواد به سمت بالا برگرده، در همون محدوده حدود 18 دلار هم میتونید ورودتون رو انجام بدید. در حال اگر که ما این رو روی تایم فریم ماهیانه هم بذاریم، که این نمودار تایم فریم ماهیانه هست و منشأ حرکت صعودیش رو از دسامبر سال 2022 در نظر بگیریم و نسبت به بالاترین قیمتش در سال در مارس 2024، من یک فیبو بذارم به خاطر اینکه ببینید تقریبا 2 سالی هستش در تایم فریم ماهیانه صعودی حرکت کرده و الان داره اصلاح رو بعد از 2 سال انجام میده. میبینید که در حال حاضر همین عددی که ما راجعش داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود 18 دلار، تقریبا روی 61 صدمی فیبو واقع شده. و مورد بعدی این که یه دونه 78 صدمی هم روی فیبو میبینیم که اون در عدد 12 دلار داره به ما نشون داده میشه. بنابراین باز هم میتونیم بگیم که همین فاصله 78 صدمی تا 61 صدمی فیبو، یعنی 12 دلار تا 20 دلار، میشه گفتش که یه فاصله خوبی برای خرید در موقعیت اصلاحی محسوب میشه، اگر که این نماد بخواد به حرکت صعودی خودش بعد از اصلاح ادامه بده. بنابراین این هم یه محدوده دیگه هست که روی تایم فریم ماهیانه به دست میاد. حالا دیگه خودتون در نظر بگیرید، محدوده ها خیلی به هم نزدیک هستن و همه اینها در صورتی هستش که این نماد اصلاحش رو انجام بده و به حرکت صعودی بخواد ادامه بده، که با توجه به اینکه هاوینگ را داریم، این انتظار رو بیشتر داریم، مانند همون سال 2021 که مشاهده میکنید یه حرکت صعودی خوب رو بعد از هاوینگ برای این ارز دیجیتال دیدیم و این قضیه تقریبا تا سال 2022 طول کشید و 2022 دیگه نزولی شد. بنابراین انتظار داریم که باز هم بخواد حرکت خودش رو ادامه بده و مثلا تا بعد از هاوینگ بخواد به اعداد مانند 80 دلار یا 100 دلار یا حتی بالاتر هم برسه، که در اون صورت اگر خریدهای ما توی این محدوده ها انجام بگیره، شاید 5-6 برابر یا بیشتر هم بتونیم از این ارز سود را بگیریم. البته منتظر برنامه بعدی باشید در ارتباط با میم کوین های این ارز هم یا این شبکه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.